با نام یاد خدا و با هر سلام حضور شما و برنامه رویداد روز از تلویزیون پیکان خوش آمدید این برنامه به همکاری مالی و تکنیکی و آید حقوق بشر دفتر عیت معاونت سازمان ملل متحد یونی ما در شمال نشر می شود زمنان عزیزان ما در ولایات شمالی نیست از طریق های زل شنیده می توانند باشندگان عزیز ولایت فاریاب از طریق رادیو میمنه باشندگان عزیز ولایت سرپل از طریق رادیو انبیر باشندگان ولایت جوزجان از طریق رادیو اماسه و در ولایت سمنگان شما شنونده این برنامه از طریق رادیو ملی می توانید باشید در بلخ نیز در کنار تلویزیون پیکان این برنامه را از طریق شبکه رادیو نهاد می توانید شنونده باشید بر بنیاد گزارش سیمای نخست دفتر عیت معاونت سازمان ملل متحد ما در افغانستان 1293 افغان ملکی شهید و مجروح شدند که از این جمله ۵۳۳ تن شهید و 760 تن دیگرش مجروح شده است. در این میان کودکان 152 شهید و 265 مجروح داشته و زنان نیز با 60 شهید و 108 مجروح در ردیف بعدی قرار دارند. نشر این گزارش در حال است که در یک دهه گذشته دفتر عیت معاونت سازمان ملل متحد به ویژه واید حقوق بشر این نهاد با نشر گزارش های در صدد مستند ساختن رقم تلفات ملکی در کشور است. میوار برنامه امروزی رویداد روز گزارش رو به نخست سال جاری میلادی دفتر یونیما می باشد. این گزارش بر کدام میکانیزم ها تاکید می کند؟ نکات اساسی این گزارش چیست؟ چی کارهای جهت حفاظت افراد ملکی در انگام منازعه وجود دارد؟ میمانانم در بحث محترم استاد احمد جمشید فردید عضو رهبری رهبری اتحادیه نهادهای مدنی ولایت بلخ از مسئول نهاد دانش آمختگان عبداللطیف فریپور نماینده دفتر صحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بانو گلچیره به با این فعال مدنی میمانان گرامی به با خوش آمدین در نخست با آقای علی آغاز میکنیم وضعیت افراد ملکی به ویژه زنان و, و کودکان در زون شمال چگونه ارتبی میکنین به نام خداوند بزرگ سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان محترم برنامه و همچنان بینندگان تلویزیون شما با تاسف وضعیت غیرنظامیان در صفحات شمال نگران کننده هست چون جنگ ناامنی و تداوم جنگ از مردم بیدفاع و غیر ها قربانی گرفته و قربانی می گیرد تشدید و توسعه جنگ در, در چند سال اخیر در ولایات شمال کشور موجب این شده که از مردم غیر نظامی قربانی بگیره جنگ ها برای این جنگ در ساحات صورت گرفته و میدان جنگ جاهایی بوده که بیشتر محلات مسکونی بوده قرا و قصبات بنابراین مردم ملکی و غیر نظامی ها در اثر عدم دقت و احتیاط عدم احتیاط کافی و لازم طرف های درگیر مردم ملکی قربانی شده آمار را که ما در مای جدی سال 1398 الا جوزای که قرار جوزای مای جوزای 1399 داریم در مدت 6 ماه سال مالی 6 ماه اول سال مالی 1399 به تعداد 149 تن افراد ملکی تلفات وجود داشته که 66 نفر کشته و 83 نفر زخمی بوده که در جمع از اطفال و زنان هم شامل بوده و همچنان آماری که ما از چهار ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ، جوزجان، سرپول و سمنگان داشتیم با تاسف که یک آمار بسیار بلند و رقم بلند نشاندنده ای است که بسیار کتله عظیم مردم بیجا شده که تقریبا بیشتر از 13 هزار فامل در این چهار ولایت بیجا شده وجود داره که یک تعداد از این بیجا شدگان از ولایات فاریاب در ولایت بلخ جوزیجان و سمنگان و همچنان از کندوز و بغلان در ولایت بلخ به جا شده بیشتر شما آقای علیپور به گزارش نیمه نخست سال مالی 1399 اجری خورشیدی کمیسیون حقوق بشر اشاره کردین در شمال میشه بگوین از آمار که شما ارائه کردین مسئولیت بیشتر رساندن به افراد ملکی متوجه کی بوده؟ بیشترین عامل این حادثات مخالفین مسلح دولت بوده که مرتکب اعمال شده که در نتیجه از او افراد ملکی طرف شده و در مقایسه با سال قبل اگر از لحاظ کاهش و افزایش فیصدی بگویم چرا که ما آنچه در گزارش یونی ما داشتیم ای بود که از سال 2012 میلادی تا حال گزارش رو به نخست سال 2020 میلادی کمترین رقم در قربانیان ملکی نشان میده از لحاظ فیصدی گزارش شما در شمال چی میرسانه گزارش ما که در صفحات شمال در گزارش شش ماه امسال و در عین زمان شش ماه گذشته افزایش نشان میده نسبت به شش ماه اول سال قابل و جناب استاد فردید حالا راهکاره های جهت پیگیری افراد که میاین غیر نظامی موارد مورد عدف قرار میگیرند یا چی تصادفی چی بیتیاتی یا چی عمدی وجود داره در قوانین بشردوستانه دوستانه بین یا قانون جنگ چی مکلفیت های متوجه طرفین درگیر است در ارتباط؟ بنام خدا و سلام حضور شما حضور مهمانان حاضر در بحث و بینندگان و شنونده های خوب تلویزیون پایکان سوال بسیار خوب و بجا را مطرح کردین ما فکر می کنم یگانه راهکار یا امو خطوط رهنمایی که طرفین منازعات یا طرفین جنگ باید تو را نظر بگیرن و از او ها و یک سلسله اسلوب و قوایت به عنوان قوانین جنگ یا حقوق بین المللی بشر دوستان پیروی کنند دقیقا حقوق بین الملل بشر است Uh, حقوق بین الملل بشر دوستانه uh, مجموعه از قوانین است که uh, روی قاعده منسازی روش های جنگ تاکید داره شما میفهمین که جنگ نفسش محنوس است و جنگ خودش واژه بد است و جنگ بر طرف اکثرا قابل قبول نیست اما شما از ابتدای بشر تا به حال ببینین حداقل جنگ در تمام دنیا اجتناب ناپذیر بوده پس وقت جنگ یک جنبه اجتناب ناپذیر در تاریخ بشر بوده و حداقل حدود بیشتر از 70 سال از تصویب کنونشنوی میگذره اما هنوزم شما میبینین که حکومت ها طرف ها و کشورها و سازمان ها نتونستن که از جنگ اجتناب بکنن اینجاست که به خاطر جنگ یک سلسله میکانزم ها و کنونشن سونای وجود داره که جنگ تامین میکنه ما فکر میکنم بهترین روش ساختارمند که ما به اون میپردازم و حقوق بین الملل بشر دوستانه است در حقوق بین الملل بشر دوستانه یک سلسله راهکارهای مشخص مطرح شده مثلا جنگ باید قیدمان باشه مثلا در مناطق که افراد ملکی بیشتر اونجا حضور دارن نباید عملیات نظامی صورت بگیره اونجا به عنوان مناطق سیف یا سیف زون ها باید مورد تهاجم قرار بگیره در صورتی که طرفین جنگ با کشتار افراد ملکی میپردازند باید دولت ها و طرفین مجبور به شوند که غرامت باید بپردازند یعنی وقت شما بحث غرامت و غرامت پولی و وقت اموالشان به تاراج میره این مطرح میکنین خود از این افراد از جنگ باز می دیگه بحث کنیم بیننده که ممکن است متاثر شده باشه امکنون موترش در اولسوالی چمتال عدف قرار گرفته امکنون ازادار است به خاطر که پنج عضو فامیلش در حادثه شهید شده ما نمونه های در اولسوالی های بلخ داریم بالاخره امروز پس به او کی جبران خساره خواد داد کی غرامت خواد داد گروه مسئولیت حادثه را به او گرفته که نه به قوانین ما پابند است و نه قلمرو جغرافیای مشخص داره من با شما موافق هستم متاسفانه جنگ افغانستان پیروی از هیچ نوع اصول نمیکنه متاسفانه در افغانستان جنگ فعلا داره جریان داره که در او نه متاسفانه حکومت افغانستان آنقدر به قربانیان جنگ غرامت می و کسایی که قسم که شما مثال دادین کسایی که متاثر میشه به اونا رسیدگی میکنه نه طرف دیگی که به هیچ ارزش متاسفانه پابند من فکر می کنم که در راستای مورد افغانستان باید از طریق سازمان های بین المللی از طریق دونرها و از طریق سازمان هایی که حامی حقوق بشر حامی دموکراسی در افغانستان حامی حرکت های مدنی و حامی شهروند است باید فشار بالای حکومت با... سال 2009 میلادی تا هر سال سازمان ملل متحد مستندسازی میکنه و آمار درشت از صدمه رساندن به افراد غیر نظامی ما و شما شاهد هستیم اما ایجگاه هیچ ایج طرف حاضر نشده که بیا لاقل یک مجروعی را که در تصادف یا عمدی هدف قرار داده بیا جرأت شه از این درمانش بپردازه فکر نمی‌کنین که ایراکار در افغانستان چه بخش نیست ببینین آقای از آن پرست ما باز کم عقب میگردم به پرسش قبلی شما وردوش با هم به صورت مشتق شده پاسخ میتونم من فکر میکنم که در کشور چون افغانستان که ما فعلا عملا در منازعه هستیم جنگ عملا با شدت تمام جریان داره متاسفانه حکومت داری در افغانستان خوب به تمثیل گرفته نمیشه و متاسفانه مشکلات زیاد در لایه های مختلف وجود داره من فکر می کنم این یک درخواست بلند بالای است راهکار را که من مطرح می کنم جزی دیگه رای وجود نداره بالاخره باید حامیان بین المللی از طریق بالای حکومت فشار بیارن تا در ساعات که افراد ملکی هستن اونجا در عملیات ها یک مقدار محتاطانه صورت بگیره از طرف دیگه در افغانستان قسم هم نیست که هیچ غرامت پرداخت نشده باشه شما میبینید عملا امتیازات وجود داره بر کسایی که از جنگ متضرر میشه بر از پرداخت میشه اما با این حرف شما من موافق هستم که به گونه که باید برای قربانیان جنگ و برای کسایی که اعضای خانواده در منازعات مسلحانه در افغانستان از بین رفته باید رسیدگی می شد از طریق نهادهای حقوق بشری از طریق حکومت افغانستان تا انوز اتوکار جدی صورت نگرفته و فقط و فقط به انتشار گزارش ها بسنده کردن که در اینجا من نقد دارم بر این سازمان هایی که تنها گزارش روبوار و گزارش شش و سالانه را مستندسازی کردن نشر میکنن اما در قسمت ای که بیشتر به قربانیان جنگ رسیدگی شوه و رسیدگی نمیکنن. کنند بانو به این داشته باشیم که فعالین مدنی دستن در کاران رسانه ها متنفیزین بزرگان قوم چه نقش را می در راستای ترغیب و تشویق طرفین درگیر به جلوگیری از صدام رساندن به غیرنظامیان داشته باشند بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما عزیز برنامه و بینینده عزیز تلویزیون اومره که دفتر یو نه ما همیشهس تلفات ملکی ارا مې کنه بر بار اول از دتای چندین سال که یک مقدار بسیار اندک کاهش پیدا کرده البته نهادهایی که در راستای دادخواهی به خاطر کاهش ای آمار کار میکنن میتونن نقش خود داشته باشن ولی این معمولا اثرگذار بر نیروهای دولتی و طرف دولت و نهادهای بین مللی که بیشتر تاثیر میمانه و میتونه که دقت و توجه بیشترشان خواستار باشه این نهادها اما بعد بختانه که مخالفین دولت معمولا به این صداها لبیک نگفتن نه به صداهای داخلی مردم افغانستان نهادهای مدنی و علما و جریان‌های جریان های فکر نمیکنین جنگجویی که در قرا و قصبات است بزرگان قوم ملکای قریه علمای دینی میتونن را... تشویق بایی بسازن تا اصلا مرسندان به افراد ملکی جلوگیری کنن؟ این نقش خود میتونه داشته باشه ولی آنچنان که ما توقع داریم نه چون در سطح رهبری کلان مخالفین بس باید مطرح شوه چون همه نیروها چی در طرف مخالف است چی نیروهای دولتی افغانستان است دستور گیرنده هستند از این لحاظ هر نو عملیاتی که اتفاق مفته معمولا سطح رهبری تصمیم میگیره که باید و عملیات صورت بگیره چی از طرف نیروهای دولتی چی از طرف نیروهای مخالفه که در مقابل دولت میجنگن ولی بدون شک امامان مساجد افراد هستند که میتونن تاثیر خود داشته باشن اونا با تبلیغات که باید انجام بدن و نهادهای مدنی همچنان بر تشویق مردم میتونن نقش خود ایفا بکنن که قناعت طرف مخالف به فراهم کنن که افراد ملکی طرف جنگ نیستن اونا در برابر دولت و حکومت می جنگند نه با مردم از این خاطر دادخواهی تبلیغات و آگاهی و های مختلف که شکل میگیره این فعالیت ها را انجام میده میتونه تاثیر خود داشته باشه ولی بدبختانه دهی چند سال ما میبینیم که همواره آمار رو به افزایش بوده و این فعالیت ها هم چندان تاثیر خود نداشته او یک دلیل عمده داره که این جریان ها معمولا با یک امانگی که بتانن نیروهای بسیار زیاد را بسیج بسازن که در برابر نیروهای مخالف دست به دست بسیار ضعیف بوده شکر. عیزان هموطن. بینندگان ارجمند تلویزیون پیکان و شنونده ارجمند ما در رادیوهای پنجگانه پنج ولایت شمال پس از یک میان برنامه در ادامه برنامه رویداد روز با ما همراه باشین عزیزان هموطن بینندگان ارجمند تلویزیون پایکان، شنوندگان خردمند رادیو میمنه در فاریاب رادیو انبیر در سرپار رادیو اماسه در جوزجان رادیو نهاد در بلخ و رادیوی ملی سمنگان به ادامه برنامه رویداد روز خوش آمدین آقای علیپور چی عوامل شکل میگیره تا صدمه به افراد ملکی نرسه چی فاکتورهایی را میتونیم ارائه چی پیشنهادات مشخصه به اساس تجربه هایی که شما در کمیسیون مستقل حقوق بشر آموختین از دوره تان میتونین برای طرفین درگیر داشته باشین در قالب سفارش تشکر قبل از که به سوال شما پاسخ بگویم در رابطه با فرموده استاد جمشید فردی باید یک کمی توضیحات بتون که نهادهای مدافعین حقوق بشر تنها به یک گزارش ها اکتفا نکرده که گزارش ها را یا ارقام ارائه بکنه در شش ماه یا یک سال یا در روبوار بلکه دادخواهی های صورت گرفته که در اثر از این دادخواهی ها این دادخواهی ها نتیجه کار مدافعین حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر یونما و نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها بوده که دولت افغانستان یک کمیسیون در شورای امنیت شورای امنیت افغانستان و خاطر کاهش و جلوگیری تلفات ملکی به وجود آورده پالیسی ملی کاهش تلفات ملکی را تصویب کرده و بعض طرز عمل های دیگری را به خاطر کاهش تلفات ملکی به وجود آورده و همچنان طالبان یک کمیسیونی را به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی به وجود آورده یه البته نتیجه کار ها بوده. سازی میتونه راه حل باشه انوز هم که رقم تلفات افراد ملکی متاسفانه زیاد است بدون شک که یک قدمی هست که به جلو اما نمیتونه که کافی باشه برای از که تمام مشکل حل بکنه مشکل اساسی وقتی خواهد حل شد که به سوال اصلی بیاییم که گفتین که چی علل و عوامل میتونه که جلوی از تلفات ملکی را بگیره طرفین درگیر جنگ و منازعه مکلف است که قواعد و اصول حقوق بشر دوستانه را مراعات بکنه حالا اگر مراعات نکرد چی توبیخی وجود داره در قوانین پیش بینی شده, شده؟ ما طرف این درگیر هستیم یک بخش هستم ولی نام نمیگیرم که بحث طرفی رسانه افت باشه ما میاییم یک تحصیصات ملکی را مورد رفت قرار میتونم نقص کردیم قانون پیگرد ما چیست؟ بدون قبلا استاد فردی هم فرمود که وضعیت و شرایط فعلی خیلی آه مناسب برای نبوده البته که بتونه دولت افغانستان خودش کسایی را که مرتکب جرایم جنگی شده اونها را به دادگاه بکشانه اما این در کود جزای افغانستان برای جرایم جنگی تعریف شده و جزاهای هم در او تعیین شده و همچنین شما میدانین که مطابق محکمه بین المللی جزایی هم این صلاحیت داره که در صورت کشورهای خودش توانایی توانایی کشاندن کسایی که جرایم جنگی را مرتکب شده به دادگاه کشانه و به عدالت کشانده نتانه در صورت که اگر بتانه خود دولت ها تقاضا بکنه محکمه بین المللی جزایی میتانه که این موضوعات پیگیری بکنه خوشبختانه که محکمه جزایی بین المللی هم در اواخر حکم را صادر کردن در رابطه با موضوعات که قضایایی که در افغانستان اتفاق افتاده که باید بررسی شود و هم ما در قسمت از این که تلفات ملکی را ما چی گونه می توانیم بکنیم معمول عرض کردم باید ساها طرفین درگیر باید در عملیات ها و مانورهای نظامی خود باید اهداف نظامی و غیر نظامی افراد ملکی و غیر ملکی, ملکی را از هم تفکیک بکنه تناسب در تناسب اصل تناسب در نظر بگیره اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی را که قبل از اینکه عملیات آغاز میشه باید در نظر بگیرن چون شما میدونین که بیشتر جنگ ها در ساحات مسکونی صورت میگیره بنابراین باید قبلا مردمی که در اونجا وجود داره برای از اونها اطلاع رسانی شوه که اونها ساحه را ترک بگه و بعد از وید. و از جانب دیگه یک راه دیگه که برای فعلا باید موضوع صلح پروسه صلح در جریان است ای باید آجل باید این باید هر چه عاجل باید طرفین درگیر و منازعه پای میز مذاکره برند و آتش بس اعلان بکنن تایی که حالا کی... آتش بس بشر خواست سرمنشی سازمان ملل متحد بود که دوبار مطرح کرده خواست رئیس جمهور غنی علمای دینی و عموم مردم افغانستان از هم طرف گوش شنوا نداره برای چرا علم داشته باشید خب وقتی که مذاکره آغاز میشه باید که مذاکره آغاز شود وقتی مذاکره آغاز میشه یکی از قدمه هایی که باید تداوم پیدا کنه گفتگو مذاکره و به یک راه حل برسن طرفین درگیر او باید آتش به صورت بگیره اگر آتش به صورت نگیره مذاکره تداوم پیدا نمیکنه پس استاد فردی پیشتر به سازکارهای حقوقی جهانی در راستای تدبیق عدالت آقای علیپور اشاره کرد که اگر حکومت توان پیگرد مجرمین نداشت میتونه از دادگاه جرایم جنگی در لاحه کمک بگیره این گزینه در شرایط فیلی در افغانستان کاربردی است؟ من فکر میکنم که یک کم باز هم عقبتر تر برگردیم با تایید حرفای جناب علی پور صاحب در راستای پروسه سال من فکر میکنم که فعلا افغانستان در شرایط است که هیچ یک از این گزینه ها ممکن نتیجه نده Uh, چون شرایط حاکم در بدیل افغانستان پیشنهاد دارین uh, شرایط حاکم در افغانستان شرایط جنگی است طرف ها هنوز هم او انتقام جویی را فراموش نکرده پیشنهاد ما بر طرف های درگیر در افغانستان ای است که مشکل افغانستان مشکل سیاسی است سی باید از طریق گفتگو و, و از طریق پروسه صلح این مسائل دنبال شود ما فکر می کنم که کلانترین دستاورد بر مردم افغانستان در شرایط کنونی خود بود که جنگ حتی اگر بر کوتا مدت هم شده توقف پیدا بکنه شورای امنیت ملی بر روز دوم سرطان گزارش نشر کرد و گفت که هفته سپری شده خونین ترین هفته در 19 سال گذشته بوده 147 افغان ملکی متاسفانه شهید شده 291 نظامی افغان شهید شده چی فکر میکنین با این وضعیت ما توقع جهت مذاکرات سل داشته باشیم؟ متاسفانه بدون ادامه دادن با مذاکره افغانستان دیگر رای حل نداره ارقام را که شما مطرح میکنین از طریق رسانه های جمعی تمام مردم افغانستان از او اطلاع دارن اما من فکر میکنم تشدید جنگ و بلند رفتن سطح خشونت ها در افغانستان رابطه داره با گفت و سال من فکر میکنم متاسفانه گروه های مخالف حکومت افغانستان میخواه از طریق فشار آوردن در میدان های جنگ بتونن بیشتر امتیاز بگیرن در پروسه جنگ و صلح افغانستان ما بیاین زیاد بدبین هم نباشیم من فکر میکنم چانس ازی وجود داره چون یک اجماع کلان و فشارهای جهانی در رابطه به صلح وجود داره بیاین این را به فال نیک بگیریم اگر این امر اتفاق بیفته بعدش افغانستان مسیر دیگه را خود پیمود و اون حقوق بین الملل بشر دوستانی که ما شما ازش حرف میزنیم رول آف لا یا حاکمیت قانون بحث مبارزه با فساد اداری او زمان بیشتر معنادار میشه اما حالا شما جای دادگاه جهانی و گزینه های حقوقی دیگر تاکید میکنین روی نشستن طرفین در گیر مذاکره دقیقا در شرایط که فعلا ما شما قرار داریم من فکر میکنم که دادگاه جهانی با ایمال قدرت و با صدور فرمان نمیتونه کار را انجام بده اول باید آتش بس صورت بگیره صلح نسبی را ما شما تجربه بکنیم بعد بپردازیم به حساب های تصفیه که از گذشته باقی مانده عدقل تجربه جنگ صلح در کشورهای چون نیپال در کشور تاجکستان که در منطقه ما شما موقعیت داره تجربه جنگ هایی که در گذشته در کشورهای مختلف وجود داشته نشان داده که در شرایط جنگی هیچ محکمه جهانی یا هیچ قدرت نتانسته که با ایمال زور بتانه جنایتکارای جنگی را و کسایی که واقعا برای کشورها مشکل ایجاد کردن در یک مقتی خاص تاریخی اونا را به دادگاه بکشانه سپاس جناب استاد استاد به این میشه راجع به گزارشات واحد حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در بیش از یک دهه گذشته معلومات بتین که با باور شما این گزارشات چی پیام را تانسته ارائه کنه برای من که خواننده گزارش هستم برای بیننده که مکنون این بحث دنبال میکنه پیام اصلی نشر چون گزارشات چی بوده؟ خب به خاطر اینکه ما بتانیم حداقل سند در اختیار داشته باشیم که آمار دقیق بر ما ارائه بکنه که به مبنای از او برنامه ریزی ها صورت بگیره بر فعالیت های پیش رو بنوان کلانترین پیام ما فکر میکنم امی هست که به خاطر دادخواهی و به خاطر کاهش ای آمار دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان همیشه تلاش میکنه که ای آمار ثبت بکنه و با طرف های جنگ کم، حکومت افغانستان است و هم مخالفین دولت تلاش ایر داره که دادخواهی بکنه کی آمار تلفات ملکی پایین بیه چون طرف جنگ افراد ملکی نیستن بناهن باید هیچ و حقوق از جریان جنگ هم زایی نشه قسمه که بزرگوارای دیگه یاد کردن در قاید من بودن جنگ سازمان ملل متحد هم تلاش شی است که ای اصول بین المللی بیشتر تطبیق شوه از این خاطر است که همواره به صورت مقایسوی حتی آمار که از هر سال ارائه میکنه و حتی روبار که ما آخرین آمار از سال 2020 داریم ارائه شده ما فکر میکنم که هدف ای آمار و ای ثبت آمار ارائه آمار گزارش ها بیشتر تلاش بر کاهش تلفات است که بر مبنای از ای دولت افغانستان برنامه خود تقویت بکنه که بیشتر این اتفاق رخ نده ولی ما فکر میکنم یک دید خوب نسبت به این گزارش که امسال نشه شده از شروع سال 2020 است که کاهش نشان میده هم آمار کشته شده ها هم آمار زخمی ها ما در یک دهه گذشته زمانی که می بینیم آمار که از طرف یونمای را شده در سال 2017 بیشترین آمار است دال که مثلا نو از سال 2000 نو به طرف آمار نشان میده که رو به افزایش بوده از سال 2017 2018 2019 در یک حد وسطی قرار داره که زیاد افزایش و کاهش ده آمار نشان نمیده اما در سال 2020 خوشبختانه آمار آ... آ... کاهش پیدا کرده. جناب استاد فردی شما پیشتر گفتین گزینه های حقوقی نتیجه نمیده و عقب میز مذاکره زمانی که نشستن او زمان است که پس از تامین صلح میتونیم بعض جرایم مورد پیگرد قراری درست حالا چند مثال از آن که در چند سال گذشته اتفاق افتاده آخرین مثال ها 23 سور در کابل عمله بر زایشگاه در ننگرهار عمله بر نماز جنازه سال 96 دی جوزا عمله بر چارای زنبق در 15 سال گذشته عمله بر 99 مسجد و تکیخانه در کشور چی فکر میکنین؟ پیگرد اینا پس از مذاکره ممکن خواهد بود یا بازم یک افومی دیگه به با بار شما اعلام شازی زیرا کسی که جنگجوی کی عمل انجام داده یا مسئولیت شبه بوده گرفته ممکن است راست داشته باشه از پیگرد خود <تصفح> 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 سپاس یک چیزی که میخوایم تصحیح بکنم ما نظر میست که در شرایط فعلی ممکن این مجرای حقوقی و قانونی نتیجه نده اما به بسیار کشورها ای سمر بخش بوده و نتیجه داشته از آنجایی که شما مثال های آوردین که در افغانستان آمار به صورت سرسام آور بسیار بلند است و ای گزینه ها ممکن نتیجه نده اما مطرح کردم که با در نظر داشته فضای حاکم ممکن این گزینه ها نتیجه ناتن. اما برمیگردیم به سوال شما که بعد از اینکه مذاکرات صلح آغاز شود و افغانستان به یک صلح نسبی دست بیابه آیا مورد پایگرد قرار دادن عاملین این رخدادهای خونین افغانستان قابل پایگرد خواهد بود یا نه بله بدون شک ما فکر می یک منطقه جنگی کلان که داره از پایگرد خود قبل از یک تضمین حقوقی بگیره عقب میز مذاکره با حکومت حاضر میشه یکی از آه، آه، گپای کلان که در رابطه با گزارش ها وجود داره گزارش هایی که از طرف نادهای جهانی از جمله یونما نشر میشه دقیقا اگر شما متوجه شده باشین همانا مستندسازی قضایی در افغانستان است و این مستندسازی در درازمدت مدت زمان که در افغانستان به خیر سل بیایه هر یکش مورد پیگرد خواهد بود با واجه که شما قبلا مطرح کردین کدام عفو عمومی صورت میگیره ای بر میگرده به دولت افغانستان اما از آدرس نادای مدنی و نادهایی که برای دادخواهی می پردازه ما فکر می که نباید دیگر عف در کار باشه هر آن کسی که در افغانستان مجرم است او باید به دادگاه کشانده شود ما باید تلاش بکنیم که ملامت و سلامت بالاخره در افغانستان مشخص شود از طرف دیگه سوال را که شما مطرح میکنین کسایی که مجرمین جنگی هستند اینا آیا واقعا پای میز مذاکره خواهند نشست ایره وقت خواهد پاسخ گفت اما باور من حالا ما تجربه که... داریم کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارش در مورد عدالت انتقالی آماده کرد گزارش سر میز رئیس جمهور کرد رفت آقای غنی هم خواند اما به خاطر که گفته میشه افرادی که در این گزارش نامشان گرفته شده وارد نظام فیلی هستند این گزارش جنبه اجرایی نگرفت فکر یک تجربه بد بود و میتوند برای مخالفین مسلمی انگیزه را که قبل از معاف شدنشان از پایگرد نبیان قبل مذاکره نشینند؟ یکی از چالش های خود بود که افغانستان در مذاکرات صلح هم با او مواجه میشه اما ما فکر میکنم که تلخترین بزرگترین و بدترین تجربه افغانستان همی بود که از عدالت انتقالی گذشت باید عدالت انتقالی در اول کار باید مطرح بحث می شد دادگاه باید دایر می شد همه باید براحت می گرفتن کسی که واقعا مرتکب جرایم جنگی در افغانستان شده باید به سزای اعمال خود می رسید ما به عنوان یک شهروند افغانستان بدترین تلخترین تجربه فکر می کنم او تجربه بحث عدالت انتقالی بود ایزان هموطن تماشاگران تلویزیون پایگان، و شنوندگان خوب رادیوهای میمنه انبیر اماسه نهات و ملی برنامه رویداد روز امروزی به همکاری واحد حقوق بشر دفتر عیت ماونت سازمان ملل متحد یونیما در شمال برایتان تهیه و نشر شد فشرده بحث امروزی این است که همه باید به قوانین بین المللی بشر دوستانه یا قانون جنگ پابند باشند. سازگاره های گوناگون جهت کشانیدن افراد مزنون به جرایم جنگی به عقب میز عدالت وجود دارد اما صلح باید اولویت داده شود. نظریات از آگاهان، نشر از رسانه های نامبرده، قضاوت از مخاطبین خردمند ما. این بود برنامه رویداد روز امروزی که تقدیمتان شد. ضمن سپاسگزاری مجدد از محترمان استاد احمد جمشید فردی عضو هیئت رهبری اتحادیه نهادهای مدنی ولایت بلخ و مسئول نهاد دانش آموختگان عبداللطیف عریپور نماینده دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و استاد گلچیره بین تا تهیه و نشر برنامه های بعدی رویداد روز در پناه باشد باشید آرامش و آسایشتان آرزوی ماست بدرود